در نزد وجود مقدس امیر مؤمنان اعتراف به یک گناهی کرد که حد شرعی بر او جاری باید می شد. حضرت چون گفتیم به دنبال اجرای مجازات در حقوق الهی نیستند، بلکه به دنبال پاکی انسان ها و تکامل انسان ها هستند، که اگر انسان خودش بین خود و خدا توبه بکنه، او پاکی را خداوند به او مرحمت میکنه، هرچند که اجرای حد هم او را پاک میسازه. بله. فرمودم چیزی از قرآن میدانی و بلد هستی؟ گفت که برای من سوره بقره را بلد هستم، میدانم و میتونم بسیار زیبا بخوانم. فرمودم تو را به سوره بقره بخشیدم. یک شخصی که این ظاهر دین را فقط فهمیده بود و با عمق دین و سیره عملی حضرت امیرالمومنین آشنا نبود، گویا به نظر ای عجیب آمد و گفت که یا علی، حدود الهی را تعطیل میکنی و حد الهی باید جاری بشه، اقرار کرده. فرمودن که فلانی، تو چه میدانی از حقوق و حدود الهی و قضاوت؟ اگر به بیانه یا با دلیل و شاهد چیزی اثبات بشود، او حد بر او جاری میشه، ولی اگر خود شخص اقرار بکند، حاکم و امام مخیر است حد را بر او جاری بسازد یا اگر مصلحت دید او را رها بسازد. چرا؟ چون وقتی یک شخصی خود او به پای خود میاد به محکمه اقرار میکنه به حدود الهی، حالا حق و ناسی است که بعد به او پرداخت بشه، ایچ حدود الهی وقتی اقرار میکنه، خود ای علامت توبه ای او هست. توبه یعنی چی؟ یعنی پشیمان شدن از عمل کرده قبلی و قصد و تصمیم ای که در آینده تکرار نکنه، به سمت او گناه نره. وقتی خود ای فرد اقرار میکنه که می کار کردم و مرا پاک بسازین، یعنی توبه کرده. استاد، در همین زندگی های امروزی ما، هر کسی اگر دچار گناه یا جرمی میشه و خودش داوطلبانه خودش معرفی میکنه به دستگاه قضا و در واقع خودش میسپاره به کسانی که عدالت میخواین اجرا کنن، به آنها تخفیف میتن. بله. در جرم آنها. بله. چون احساس میکنن که این شخص خودش متنبه شده و بله، متوجه این جرم خودش، متوجه این سنگینی و این اشتباهی که کرده شده، و شاید هم این بسیار موثرتر هست از این که خب بالاخره یک شخصی خودش داوطلبانه معرفی شده، خودش معرفی کرده به دستگاه قضا و او را حد جاری کنن. و من احساس میکنم که واقعا حضرت مولا امیرالمؤمنین و السلام در لحظه لحظه قضاوت هایشان هدفشان فقط تکامل و تربیت انسان بود.